تلاش بایدن برای تشویق آمریکاییان به زدن واکسن، نگرانی در کانادا از افزایش شمار زنان باردار مبتلا به کووید، هیئتی اسرائیلی راهی واشنگتن برای صحبت درباره برجام، افزایش آمار قتل در آمریکا در هوگیری، سازمان امنیت بریتانیا میخواد از قالب 2007 خارج بشه. اینها و بیشتر در روزنامه‌های جهان. سلام. در آمریکا که حالا به اندازه کافی واکسن برای همه هست، تلاش زیادی داره میشه تا اونهایی رو که تمایلی به زدن واکسن ندارن تشویق به واکسینه شدن کنن. عوامل مختلفی دخیله که چرا بعضی مایل نیستن، از بی‌تفاوتی صرف گرفته تا دلایل پزشکی، اعتقادات شخصی و مذهبی و حتی شکاف‌های سیاسی. نیویورک تایمز بالای صفحه نمودار منتشر کرده که این شکاف سیاسی رو نشون میده. نمودار سمت چپ ایالاتی هستند که حدود 30% جمعیت بزرگسال مایل به زدن واکسن نیستن، بیشترشون نقطه های قرمزن، یعنی ایالاتی که در انتخابات به دونالد ترامپ رای دادن. نمودار راست 60% بزرگسالان حداقل یک دوز واکسن رو زدن، بیشتر آبی ها ایالاتی هستند که به جو بایدن رای دادن. به همین دلیل این تیتر نیویورک تایمز: پس از 200 میلیون دوز تازه کار سخت شروع میشه. مقاله میگه مقام‌های محلی، ایالتی و فدرال دارن فکر میکنن چه تدابیری به کار بگیرن تا اونهایی که واکسن نزدن ترغیب بشن. رئیس جمهوری بار دیگر از مردم خواست آستین‌هاشون رو بالا بزنن. امروز ما به مرز 200 میلیون دوز میرسیم، در روز 92 حضور من در این مقام. به آمریکایی‌های 16 سال به بالا میگم حالا نوبت شماست، همین الان برید تا پیش از پایان ماه می واکسن بزنید. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و انجامش خواهیم داد، به شرطی که پشت کار رو رها نکنیم. افزایش چشمگیر موارد ابتلا به کووید در تورانتو نگران کننده شده و حالا اینطور که تورانتو استاد تیت زده، بخشای ICU شاهد شمار بیشتری از زنان باردار مبتلا به ویروس هستند. مقاله میگه در ماه جاری تعداد زنان بارداری که به دلیل عوارض ناشی از کووید 19 به ICU منتقل شدن بیشتر از هر زمان دیگری در این همگیری بوده. متخصصان زنان از استان خواستند واکسینه کردن زنان باردار رو در اولویت قرار بدن. مراکز سیار واکسیناسیون در نقاط کووید خیز کلان شهر تورنتو برپا شده، از جمله اینجا در این عکس در شمال غرب شهر. روزنامه میگه بعضی شب رو اونجا گذرونده بودن تا روز بعد واکسینه بشن. تیتر اول دیلی تلگراف بریتانیا: سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور MI5 به شبکه‌های اجتماعی میپیونده تا این نهاد رو باز و شفاف نشون بده. رئیس MI5 در مقاله‌ای که برای روزنامه نوشته میگه وقتشه این سازمان از درون حبابش بیرون بیاد و با جامعه در تماس مستقیم باشه. کن مک‌کالم 45 ساله جوانترین رئیس سازمان امنیت داخلی بریتانیا است و میگه در اولین قدم این نهاد یک حساب اینستاگرام باز کرده @MI5official تا مردم بتونن در جلسات پرسش و پاسخ با ماموران اطلاعاتی شرکت کنن. او گفته از این طریق MI5 همچنین میخواد از قالب کلیشه‌ای که جیمز باند ساخته بیرون بیاد و ماموران تازه‌ای که استخدام میکنه نماینده جامعه بزرگتر باشن از رنگ و نژاد و ادیال مختلف، نه مردان سفید. عکس دلی تلگراف از کیت میدلتونه که هنوز سیاه بر تن داره به خاطر درگذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه، اما کیت وظایف سلطنتیش رو از سر گرفته. زیر عکس سمت چپ دلی تلگراف میگه پاسپورت کووید برای تعطیلات تابستانی آماده خواهد بود. مقاله میگه دولت به صنعت گردشگری کشور اطلاع داده در 2-3 هفته آینده یک گواهی برگه‌ای یا دیجیتال که نشون دهنده وضعیت واکسیناسیون افراد صادر میشه تا بتونن هنگام سفرهای خارجی نشون بدن. روزنامه همچنین خبر داده نهاد بهداشتی اتحادیه اروپا توصیه کرده افرادی که 2 دوز واکسن دریافت کردن میتونن بدون انجام تست یا ماندن در قرنطینه به کشورهای عضو اتحادیه سفر کنند. خبر خوب برای کشورهای تشنه توریست مثل اسپانیا و پرتغال و یونان. جروسالم پست مقاله‌ای داره با عنوان هشدار اروپایی‌ها علیه هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای ایران.
گزارش میگه طرفای اروپایی مذاکرات با ایران در بیانیه‌ای هر اقدامی که باعث ایجاد تنش و به مخاطر انداختن پیشرفت گفتگوها باشد رو محکوم کردند. روزنامه این واکنش رو مستقیما به حملات اخیر اسرائیل در داخل ایران مرتبط دانسته. مقاله همچنین از یک مقام اسرائیلی نقل کرده که توافق با ایران هنوز به دست نیامده، اسرائیل میخواد در اون نقش داشته باشه. به همین دلیل رئیس سازمان موساد، رئیس ستاد کل ارتش و مشاور امنیت ملی هفته آینده راهی واشنگتن میشن تا با همتایان آمریکاییشون درباره مواضع اسرائیل در قبال بازگشت به برجام صحبت کنند. گزارش‌ها درباره مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان سعودی در آیریش تایمز مثبت دیده شده با تیتر این گفتگوها میتونه وضعیت منطقه رو بهتر کنه. نویسنده معتقد ایران با کاهش تنش با ریاض احتمال موفقیت در مذاکرات هسته‌ای رو افزایش میده. در این حال مقاله میگه این تعاملات نشان از تغییر سیاست در عربستان سعودی و متحدانش هم داره و دو دلیل اصلی براش عنوان کرده. یکی این که تلاش‌های این کشورها نتونسته تهران رو کاملا منزوی کنه، چون هنوز با ترکیه و چند کشور عرب روابط نزدیکی داره، و دیگر اینکه کاخ سفید جو بایدن روی خوشی به عربستان سعودی نشون نداده و ریاض نمیتونه مثل 4 سال گذشته روی حمایت بیچون و چرای واشنگتن حساب کنه. در جهانی زندگی میکنیم که یک ویدیوی کوتاه از یک واقعه میتونه دنیا رو تکون بده، سیاستمداران رو به حرکت واداره و زندگی‌ها رو دگرگون کنه. یک مثال خوب، دلیل اصلی که هیئت منصفه دریک شووین رو محکوم کرد اون ویدیویی بود که نشون میداد این مامور پلیس چگونه با زانو بر گردن جورج فلوید فشار وارد میاره. ویدیویی که یک دختر 17 ساله به نام دارنلا فریزیر گرفته بود. دیلی تلگراف بریتانیا به اون ویدیو پرداخته و تیت زده تا پیش از آن زن شجاع و تلفن همراهش هر آنچه از این ماجرا میدانستیم گزارش پلیس بود. نویسنده میگه یک روز بعد از کشته شدن جورج فلوید اداره پلیس مینیاپولیس این بیانیه رو صادر میکنه با این محتوا: مردی در رویارویی با پلیس به دلیل حادثه پزشکی درگذشت. بیانیه پلیس توضیح میده ماموران توانستند به مظنون دستبند بزنند و متوجه شدند او دچار ناراحتی است. ماموران درخواست آمبولانس کردند، هیچ سلاحی استفاده نشد، ماموری هم آسیب ندید. مقاله میگه اگر این دختر 17 ساله ویدیویی رو که گرفته بود در فیسبوک منتشر نمی‌کرد، دریک شووین هنوز مامور پلیس بود، تظاهراتی رخ نداده بود و موضوعات نژادی در آمریکا به مرکز توجه نمی‌آمد و داستان مرگ جورج فلوید به همین بیانیه ختم می‌شد. پارسال حدود 1000 شهروند آمریکا در رویارویی یا برخورد با پلیس جانشون را از دست دادند. نویسنده پرسیده مرگ چند نفر از اونها ممکنه مشابه مرگ جورج فلوید بوده باشه. با اینکه آمار جرم و جنایت در همگیری کووید در بسیاری از کشورها به شدت افت داشته، آنچه برای ناظران عجیبه اینه که در آمریکا آمار قتل بیشتر شده، خیلی هم بیشتر. پارسال در بحبوی همگیری آمار قتل در 34 شهر بزرگ آمریکا تا 30% بیشتر از سال پیش از اون بود. هفته‌نامه ویک پرسیده دلیل افزایش موارد قتل چه بوده؟ به نوشته ویک بعد از چند دهه که آمار قتل به نصف رسیده بود، ناگهان در دوران کووید آمار سیر صعودی پیدا کرد. برای مثال در شیکاگو پلیس بیش از 750 قتل گزارش کرد، 50% افزایش نسبت به 2 سال پیش. نیویورک 437 قتل، جهشی 40%. لس آنجلس صحنه 322 قتل بود، یک افزایش 30%. ویک با استناد به گزارش‌های مختلف افزایش آمار قتل رو به چند عامل نسبت داده. یکی تغییرات در زندگی روزمره مردم. مثلا مردان جوان و نوجوانی که مدت زمانی رو که باید در مدرسه یا سر کار می بودند بیکار بودند. بسته بودن مراکز مذهبی و فرهنگی و ورزشی هم بی تأثیر نبوده، چون فرصت معاشرت با دیگران و تجربه زندگی اجتماعی رو از مردم گرفته بود. گزارش میگه بالا رفتن آمار قتل میتونه با اعتراضات اخیر علیه پلیس هم مرتبط بوده باشه. اعتراضات گسترده به دنبال قتل جورج فلوید ممکنه باعث شده باشه نیروهای پلیس به دلیل تضعیف روحیه یا ترس از پاسخگو شدن از انجام اقدامات فعالانه و پیشگیرانه خودداری کرده باشن.
از طرف دیگه تیره شدن رابطه بین پلیس با سیاهان ممکنه اعتماد شهروندان رو کاهش داده باشه و در نتیجه اونها کمتر از گذشته برای دادن اطلاعات با پلیس تماس گرفته باشن. آمار خرید اسلحه هم در 2020 رکورد شکست. با بالا گرفتن اختلافات سیاسی و بعضاً هم عدم احساس امنیت، آمریکاییان 23 میلیون اسلحه خریدند. به نوشته ویک، این 4 ماهی هم که از سال جدید گذشته دست کمی از پارسال نداشته. تعداد قتل‌ها در شیکاگو، لس آنجلس و نیویورک و بعضی دیگر شهرها از مدت مشابه سالهای پیش بیشتر بوده. باید دید با بازگشت جامعه به روال عادی‌تر این آمار چگونه تغییر خواهد کرد. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما فردا و این هم تصاویر روز.